درود بر شما. 17 بهمن ماه 1399 خورشیدی و 5 فوریه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر به مناسبت 22 بهمن، انقلاب بهمن 57 و اعدام عمرای ارتش شاهنشاهی ایران اختصاص دارد. صفحه آخر به تیمسار سپهبد نادر جهانبانی، معاون فرماندهی نیروی هوایی ارتش. ایشون بنیانگذار و سرپرست تیم آکروجت ایران بودند که در رقابت‌های بین‌المللی مقام اول جهان رو داشت تا انقلاب 57. باری پرده آخرم خواهیم داشت، البته آخر برنامه. نخبه کشی در جمهوری اسلامی ایران از 22 بهمن 57 شروع شد. در واقع یک نسل از نخبه ها اعدام شدن طبق اسامی ثبت شده. 47 امیر ارتش به حکم صادق خلخالی که نماینده آیت الله خمینی بود اعدام شدند. 2 ارتش بود، 15 سپه بود، 14 سرلشکر، 9 سرتیپ. از شمار این 47 امیر ارتش اسم نادر جهانبانی همیشه بیش از بقیه مطرح بوده، به عنوان کسی که هممون شنیدیم احتمالاً که مردم از او به نیکی یاد میکنن و داستانایی هم میگن از مهارت بی‌نظیر او در تیم آکروجت و در هدایت جت‌های جنگنده، و از شجاعت ایشون هم داستانایی میگن، خصوصاً وقتی اسیر خلخالی و بازجوهاش بوده، حرفایی که در دادگاه زده، موقع اعدام شدنش زده. اینها چرا اینقدر این شخصیت ارتشی حالت قهرمان و اسطوره پیدا کرد برای مردم؟ امشب میپردازیم به این نکته. اجازه بدید که اول یک شناختی بدم از خانواده تیمسار جهانبانی که بسیار جالب، بسیاری از ما نمیدانستیم که موقعیت این خانواده رو در تاریخ معاصر ایران. تیمسار نادر جهانبانی متولد 27 فروردین 1307 بود در تهران و اعدام شده در 22 اسفند 57 در تهران. 4 پسر سپهبد امان الله جهانبانی. تیمسار امان الله جهانبانی شازده قاجار بود. جد پدریش فتحعلی شاه قاجار بود و جد مادریش گلبدن خانم خازن الدوله، همسر فتحعلی شاه که گرجی بود و طبق نوشته های تاریخی دوره قاجار محبوب فتحعلی شاه بود و آدم لایقی در امور دربار و مملکت داری، و به همین دلیل صندوقدار شاه شد و خزانه‌دار دربار شد. به همین دلیل لقب خازن و دوله رو داشت. پدر امان الله جهانبانی امان الله ضیاء الدوله بود، پسر جهانگیر میرزا و نوه سیف الله میرزا، پسر فتحعلی شاه. امان الله میرزا متولد تهران سال 1286 در دارالفنون تحصیلات نظامی کرد، افسر قزاق شد و در دوره مشروطه یکی از افسران ارشد قزاقخونه بود با لقب ضیاء الدوله. کی؟ یعنی پدر بزرگ نادر جهانبانی با لقب ضیاءالدوله که لیاخوف روسی در دوره محمد علی شاه قاجار شد رئیس قزاقخونه، و امان الله میرزا یعنی پدر بزرگ نادر جهانبانی در اعتراض به سپردن قزاقخونه به لیاخوف روسی از قزاقخونه رفت بیرون، کنار کشید و پیوست به مشروط خواها، شد نماینده مجلس در دور اول مجلس شورای ملی که به مجلس مشروط معروفه. مجلس مشروط سال 1285 تشکیل شد، یه 60 روز بعد از امضای فرمان مشروطه تشکیل شد، و 2 بعد از تشکیلش در سال 1287 لیاخوف روسی به فرمان محمدعلی شاه قاجار مجلس رو به توپ بست که کلی نماینده و روزنامه‌نگار و اینا کشته شدن و دستگیر شدن و تبعید شدن. اینها 1 معروف به استبداد صغیر که از همون زمان شروع میشه، پدر بزرگ نادر جهانبانی مخفی است در تهران.
با برآمد دوباره جنبش مشروطه از فعالان این جنبش تا بعد از فتح تهران به دست انقلابیون مشروطه در سال 1288 که میشه فرمانده قشون آذربایجان. بعد پسر او که پدر نادر جهانبانی میشه و اسم او هم امان اللهه، او هم تحصیلات نظامی میکنه و در دوره رضا شاه پهلوی تا درجه سپهبدی میرسه. سپهبد امان الله جهانبانی. حالا چون این بعد از انقلاب اینا اسم سپهبد و سرلشکر و اینا میذارم، من بیشتر میگم تیمسار که یادآور اون سلسله مراتب سازمانی ارتش در قبل از انقلاب باشه بیشتر اساسا. به هر حال تیمسار امان الله جهانبانی. بعد همین امان الله جهانبانی البته مورد غضب رضا شاه واقع میشه، با وجود اینکه از او نشان ذوالفقار گرفته بوده و حالا اشاره های خواهم کرد. ببینید ثبت احوال مثل خیلی از نهادهای دنیای متجدد در زمان رضا شاه در ایران راه افتاد. شناسنامه و ثبت اسم و فامیل مشخصات اجباری شد. نام فامیل جهانبانی از همون دوره رضا شاه ثبت شد. البته بعضی از افراد فامیل جهانبانی بعدن اسم فامیل خودشون از جهانبانی تغییر دادن. علت میگویند این بوده است که تیمسار امان الله جهانبانی، یعنی پدر تیمسار نادر جهانبانی که نشان ذوالفقار داشت از رضا شاه پهلوی، سال 1316 خورشیدی به طور ناگهانی مغضوب رضا شاه میشه، میفته زندان، یک سال زندانه، از ارتش اخراج میشه تا 1320 که محمد رضا شاه به پادشاهی میرسه و از تیمسار امان الله جهانبانی در واقع اعاده حیثیت میشه و تیمسار امان الله جهانبانی میشود وزیر در کابینه محمد علی فروغی و بعد در کابینه بعدی. در کتاب براتون بخونم که دقیقا چه گفتند، حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد. ببینید در کتاب رجال عصر پهلوی که منتشر شده، تجدید چاپ شده بارها در ایران، آمده است که شاه دستور اخراج تمام جهانبانی ها را از ارتش داد، یعنی بعد از مغضوب واقع شدن تیمسار امان الله جهانبانی. در نتیجه عده‌ای از آنان نام خانوادگی خود را به نام های کیکاووسی، شهبنده، فتحعلی پور و جهانبینی تغییر دادن. باری بعد از شهریور 1120 و شروع سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، از پدر نادر جهانبانی که اعاده حیثیت می شود و او می شود وزیر کابینه فروغی و بعد دولت علی سهیلی، وزیر کار، وزیر کشور و بعد وزیر جنگ و چند دوره هم سناتور مجلس است. پدر نادر جهانبانی، همین امان الله جهانبانی، با یک بانوی مهاجر روس ازدواج میکنه به اسم هلن کاسمینسکی. یعنی تبار تیمسار نادر جهانبانی از طرف مادر روسی است. در بین فرزندان امان الله جهانبانی البته همه تبار روسی ندارن، چون ایشون دو بار ازدواج کرد. از 9 فرزند سپهبد امان الله جهانبانی یا 8 فرزند، یکی از پسرها تا اونجا که بنده میدونم چندان علاقه به ارتش و نظامگری نداشت، خسرو جهانبانی که با شهناز پهلوی ازدواج کرد و بقیه همشون در رده‌های بالای ارتش بودند و حالا صحبت خواهیم کرد. از خواهرای نادر جهانبانی یکیشون با محمود امانپور ازدواج کرد، عموی همین خانم کریستین امانپور، خبرنگار مشهور که میشناسیمش. اینا خانواده جالبی بودن جهانبانی ها. یه طرف بیشترشون ارتشی بودن، منظم و شاید بشه گفت خشن و بار اومده بودن در ارتش با اون روحیه ارتشی، و از طرف دیگه با شاعران و خانواده هاشون نشست و برخواست داشتن از اول. پدر بزرگ نادر جهانبانی امان الله میرزا با دختر عبدالحسین میرزا شمس و شعرا ازدواج میکنه. جدشون سیف الله میرزا با نوه نشاط اصفهانی ازدواج کرده بود، که یعنی تمام خاندان جهانبانی از طریق مادر قبل از رسیدن به خازن و دوله به نشاط اصفهانی میرسن. خب
نادر جهانبانی در چنین خاندان و خانواده متولد میشه در 27 فروردین 1307. 18 سالشه، یعنی سال 1325 بگیریم، به روسیه اعزام میشه برای تحصیل خلبانی در دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه. بعد از فارغ التحصیل شدن برمیگرده ایران در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت میکنه. بعد برای آموزش خلبانی جت میره آلمان و اونجا با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا میشه، اینجور که در زندگی نامش نوشتند. بعد برمیگرده ایران و تیم آکروجت طلایی ایران رو راه میندازه با یکی از بهترین خلبانای نیروی هوایی ایران. یک سال بعد در مسابقه تیم‌های آکروجت روسیه، ایران و آمریکا تیم آکروجت نیروی هوایی ایران اول میشه و این افتخار و نادر جهانبانی تا بهمن 57 داشت که هیچ تیم آکروجت در جهان نتونسته بود با تیم آکروجتی که او پایه گذاشته بود رقابت بکنه. تیمسار نادر جهانبانی همیشه معاون فرماندهی نیروی هوایی بود. این نکته هم بگم بعد میریم سراغ مهمان گرانقدر برنامه. همیشه معاون فرماندهی نیروی هوایی بود، در حالی که دو نفر از اعضای تیم آکروجتی که او تشکیل داد سال 1337، یکیشون همون موقع تازه فرمانده نیروی هوایی شده بود یا شد، همون موقع همزمان ارتش بود، خاتم رو عرض میکنم، و یکی دیگرشون هم که اصلا زیر دست تیمسار نادر جهانبانی بود، سپه بود ربیعی رو عرض میکنم که بعدا اونم شد فرمانده نیروی هوایی، ولی تیمسار نادر جهانبانی نشد. حالا اینا رو صحبت میکنیم. در خدمت آقای انوشیروان جهانبانی هستیم، فرزند تیمسار نادر جهانبانی. خوش آمدید آقای جهانبانی عزیز به صفحه آخر. میدانم که در 40 سال گذشته هرگز گفتگو تن نداده اید به گفتگو درباره خودتون، پدرتون، خانوادتون و حالا به هر دلیل، و من این افتخار رو دارم که در این برنامه در خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید. خواهش می‌کنم مقدمتاً درباره خودتون بفرمایید. من نگم کی از ایران خارج شدید، قبلش در ایران چه می‌کردین، بعد در آمریکا گویا تخصص پدر در خلبانی رو دنبال کردین، اینا رو بفرمایید تا بعد ادامه بدیم. روز شما بخیر آقای فلاحتی، خیلی خوشبختم و خیلی افتخار می‌کنم که با شما صحبت می‌کنم. من روسیه دنیا آمدم، مسکو، و 10 ماهگی آمدم ایران و تا 11 سالگی تهران بودم. از اون تهران رفتم به آلمان پیش مادرم و تا 19 سالگی اونجا بودم و ادامه تحصیل دادم. تابستون رو میمدم پدر دیدم و در یکی از این تابستون ها پدرم تشویقم کردن که خلبانی یاد بگیرم، که شروع کردم و در سن 16 سالگی سولو شدم، یعنی اولین بار بود که ابمار تنها پرواز دادم. اون موقع من تصدیق رانندگی هم نداشتم، راننده باید منو میبرد فرودگاه که پرواز کنم. بعد بین تابستونا که میومدم ادامه دادم به پرواز تا وقتی که دفعه آخر که آمدم ایران سن سربازی بودم و دیگه ممنوع خروج شدم، مجبور شدم که ایران بمونم. سال آخر دبیرستان رو رفتم این مدرسه بین‌المللی تو تهران به اسم ایران زمین که همه درس‌ها به انگلیسی بود و برای من یکم مشکل بود، ولی موفق شدم و فارغ التحصیل شدم و رفتم، مجبور شدم برم سربازی. چون من تو موقع دیگه خلبانی ساعتاش بالا رفته بود و معلم خلبان بودم، بردنم قلعه مرغی و معلم خلبان شدم. بعد شاگردام دانشجوهای افسرهای دانشجوی نیروی هوایی بودن که تازه آمده بودن و قرار بود ببینن که آمادگی پرواز دارن یا ندارن، که من معلمشون بودم. تو موقع خلبان شخصی خیلی کم بود تو ایران، همه ارتشی بودن و کم بود خلبان بود، و من انتقال دادم به شرکت ارتاکسی که در اونجا پروازهای مختلف کردم تو دوران سربازی. یکی پست جنوب بود که از آبادان میرفتم تو چابهار تا زاهدان که 4 روز طول میکشه رفت و برگشتش. بعد به جزایر خلیج فارس خیلی پرواز میکردم با هواپیمای بزرگ. بعد فرستادم به کاووس 3 ماه سمپاشی کنم. تو ما بینم تو ایران تو تهران پرواز میکردم و یواش یواش کپتن هواپیما شدم و تصدیق کمرشیال گرفتم. بالاخره سربازی تموم شد و من توی مدت برای دانشگاه نامه نوشته بودم و دانشگاه ییل قبول شدم و آمدم بیرون از ایران و رفتم آمریکا، رفتم تگزاس. تو اون موقع ساعت پروازم خیلی بالا رفته بود،
بالاترین تحصیل هواپیمایی که ایرلاین ترانسپورت پایلت از اونجا گرفتم و بعد از اون رفتم یه 4 سال اقتصاد خوندم و بعد از اون برگشتم ایران و رفتم ایرتاکسی مدیر عملیات شدم و بعد از 1 سال مدیر عامل شدم و در اون شغل بودم تا وقتی که انقلاب شد. یعنی سال 56 شما مدیر عامل ایرتاکسی شدید؟ بفرمایید. سال 56 یک سال قبل از انقلاب شما مدیر عامل ایرتاکسی شدید؟ بهتر از اون، من در سال 1976 که الان نمیدونم، 3 سال قبل از انقلاب. دو سه سال از انقلاب مدیر عامل شدم که بودم تا وقتی که انقلاب شد. و حالا درباره بعد از انقلاب صحبت میکنیم. آقای جهانبانی، ببینید در این فرصتی که داریم درباره پدرتون صحبت میکنیم، من میدونم قطعا یادآوری این خاطرات، گرچه ممکنه بعضی جاهاش افتخار آفرین باشه، ولی قطعا در مجموع دردناکه و خب پذیرفتیم دیگه این درد رو که این گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم. به من اجازه بفرمایید که هر چه سوال دارم بکنم. یکی این که زمانی که پدرتون رو اعدام کردن شما چند سالتون بود؟ چقدر پدرتون شما رو در جریان رویدادها و کارهای خودشون میذاشتن، رویدادهای روز و کارهای خودشون میذاشتن، چقدر در جریان بودین به طور کلی؟ میخوام اینو با صراحت عرض کردم خدمتتون که بدونیم که بتونم بعد سوالا رو ازتون بپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید. من 30 سالم بود وقتی رفتم زندان و وقتی پدرم اعدام شدن. من قبل یه روز قبل رفتم ایران که پیش پدرم باشم و این مدت خیلی با هم صحبت می‌کردیم. البته قبل از انقلابم خیلی با هم صحبت می‌کردیم، به خصوص راجع به کار و راهنمایی که به من می‌کردن در مورد کار، در مورد زندگی، در از کار خودشون هم خیلی بر من صحبت میکردن تا اونجا که اجازه داشتم. بعد از اواخر که دیگه خیلی اوضاع شلوغ شده بود بیشتر با من صحبت میکردن و خب نگرانیاشون رو به من میگفتن. بنابراین همیشه باشون تماس داشتم، دائم باشون صحبت میکردم. چی بود نگرانیشون؟ چی بود نگرانیاشون رو میگفتن؟ چی میگفتن؟ پدرم خیلی زود متوجه شدن، میگفتن من از این بلبشو زنده در نخواهم اومد و اینجا همش خون خواهد بود. قبل از انقلاب بود و به من اصرار میکردن از ایران برم که زندگی راحتی کنم، که من باز برگشتم از آلمان ایران که پیش پدرم باشم. ولی پدرم خیلی حس میکردن که داره تموم میشه اوضاع. خود پدرتون چرا از ایران نرفتن؟ من آلمان که بودم به پدرم زنگ می‌زدم، می‌گفتم که شوهرم که رفته، حالا شما بیاین بیرون. می‌گفتن من سرباز این وطنم، جام تو این وطنه و باید بمونم. حالا این همه سال گذشته فکر می‌کنم که درست تصمیم گرفتم، برای اینکه پدرم اگه بیرون می‌اومدن همیشه زجر می‌کشیدن، همیشه خجالت می‌کشیدن و می‌گفتن جام تو ایران، هم جاشون هم تو ایران بود. آقای جهانبانی، پدرتون رو روز 22 بهمن اینطور که در اخبار و روزنامه‌های اون موقع اومد، در یک پادگانی در تهران بازداشت میکنن. حالا من نمیدونم با سیستم بازداشت‌های وحشیگرانه یا اون موقع در واقع چقدر ضرب و شتم در کار بوده، چجوری بوده، میبرنشون زندان. 1 ماه زندان بودن. 22 اسفند اعدام میشن ایشون. چرا 1 ماه زندان نگرشون داشتن؟ نمیدونم، تردید داشتن در اعدام کردنشون؟ میدونین چیزی شما؟ آیا مثلا فرض بفرمایید همکاری گرفتنی که از بعضی از یکی دو تا از عمرای ارتش گرفتن، مثل فردوست، آیا فکر میکردن میتونن پدرتون رو به سمت خودشون بکشن؟ چرا 1 ماه؟ چون خیلی ها رو سریع اعدام کردن. پدرم رو در دوشون تپه بازداشت کردن. البته اون موقع مثل که خیلی با احترام هم بردن، یه عده رو بردن مدرسه رفاه. تا لحظه آخر هم باشون صحبت میکردن، بعد یه دفعه دیگه رفته بودن. دلیل نگه داشتنشون بکنی رژیم خودشون هم نمیزن چی کار میخوان بکنن، هیچ هماهنگی با هم نداشتن، نظامی نداشتن. و اگه یادتون باشه تو روزنامه اعلام کردن که همین اشخاص دارن اعدام میکنن، نکردن هم موقع. یه عده میخواستن همه اعدام بشن، یه عده میخواستن که نکنن این کارو. خل خالی جز اونا بود که همه میخواست اعدام کنه و کرد. وقتی که پدرم رو اعدام کرد
مثل نه خمینی رو براش اطلاع داشتن که این کار میخواد بکنه و خیلی هم مخالف این کار، نه به خاطر زندانی یا پدر، به خاطر این میخواستن ظاهر حفظ کنن و نشون بدن که رژیم اسلامی خیلی مهربون و خشن نیست، که بله نتونستن ثابت کنن. دلیلش فقط اینه که چرا انقدر نگه داشتن، خیلی رو طول کشید تا اعدام کنن، برای اینکه نمیتونستن تصمیم بگیرن که این کارها رو بکنن یا نکنن. دو دسته بودن دیگه. ولی اینو شما مطمئنین که خود خمینی خبر نداشت و خلخالی اعدام کرد؟ من 99% مطمئن از چیزایی که شنیدم از کسای دیگه، به چیزایی که خوندم، ولی خب 100% هم نمیتونه مطمئن باشه، من که اونجا نبودم. خودم خمینی البته بعدن وقتی که بعضیا در همین اشاره‌ای که شما فرمودین در داخل حکومت به اصطلاح خودشون تو اون روی‌های خلخالی انتقاد داشتن و رفتم چه خمینی ویدیوهاش هست و ما تو برنامه‌های دیگر صفحه آخر پخش کردیم که به صراحت دفاع میکنه از خلخالی و تمام کارهایی که کرده و میگه که تمام این کارو با حکم من انجام گرفته و بیخود این خلخالی رو به صراحت میگه با حکم من هر کاری کرده انجام گرفته. حالا اطلاعاتش رو بهتر از من، احتمالش هست که این کار کرده باشه. حالا آقای جهانبانی عزیز، در 40 سال گذشته درباره پدرتون که معروف شد، یکی از چیزایی که درباره پدرتون مردم دوست دارن بگن، میگن تیمسار چشمابی، خیلی نقل ها شده در این 40 سال، چه درباره مهارتشون در پرواز فانتوم، چه درباره شجاعتشون دوره‌ای که اسیر خلخالی و دوروبریاش بودن در زندان، برخوردشون با بازجوها، با خود خلخالی یا موقع اعدام شدن. داستان هایی هست که گفته شده یا نوشته شده و لااقل بنده نمیدونم و قطعا خیلی از بیننده ها که کدومش حقیقت داره. شما جهانبانی چه میدانید در این باره ها؟ این مقدار میدونم که پدرم در زندان چقدر غریب بودن، برای اینکه من با خیلی اونجا تماس داشتم و حتی با نگهبانا. ولی اصولا بعضیا موقعی که زندان بودین باهاشون تماس داشتین؟ موقعی که زندان بودین با خیلی از نگهبانا و اینا میگین تماس داشتین دیگه؟ موقعی زندان بودم. حالا میپردازیم زندان تو. بله بفرمایید، داشتیم میگفتیم، ببخشید. مردم راجع پدرم که تعریف میخوان بکنن، فکر میکنن که بعضیا این قلوف بکنن پدرم رو بالاتر میبرن، بدون اینکه متوجه شن که این چیزایی که به پدرم میبندن که این کار رو کرده همش بی‌انضباطیه، اینا شجاعت نیست و بیشتر ضرر میزنن به پدرم تا کمک کنن. و خیلی از داستان مبالغه است. چیزایی که حقیقته اینه که پدرم آدم خیلی شجاعی بودن، خیلی آدم با انضباطی بودن، مدیر فوق‌العاده بودن و سازمانده خیلی خوبی بودن و زیر دستاشون خیلی دوستشون داشتن و کارهایی که کردن، آپروجت رو به وجود آوردن، تو نیرو هوایی به تیم ساخت آدم خیلی سازماندهی دادن و ایناست که قهرمانی پدرم نشون میده، نه اینکه داستانایی که مثلا با کانتون از زیر نمیدونم پل کارون رد شدن و منظورتون ایناست مبالغه هایی که میکنه؟ بله، اون عکس اولا یه هوای روسیه از زیر یه پل، یه رودخونه روسی از زیر پل اون رودخونه رد میشه، داستانه همینا رو میگین. پدرم هم هیچوقت کار نکردم، ولی خب زمان زندگیشون هم این داستان میگفت، گفته میشد همیشه. من بعضی پرسیدم که پدرم هیچوقت همچی کار بی انضباطی نمیکردن. از این داستان ها بود خیلی، اینا کمکی نمی کنن. داستان هایی که واقعا حقیقت دارن کارهایی که پدرم کردن، شجاعت هایی که نشون دادن. و من با خیلی از افسرهای هم دورشون صحبت میکنم مخصوصا الان و تعریف میکنن از کارهایی که میکردن، شجاعتشون تعریف میکردن، اونا مهمه. آقای جهانبانی، حالا درباره اینکه چگونه با در ارتش بازی دستاشون یا با دیگران به طور کلی برخورد میکردن صحبت میکنیم. تو همین الان که در همون فضای دوره زندانشون هستیم و بعد اعدامشون و اینها، آیا پیکر پدرتون رو تحویل دادن بعد از اعدام؟ قبلش خبر دادن که اعدام میشن و پیکرشون رو تحویل دادن؟ آیا تشییع جنازه صورت گرفت؟ نه خیر، پدرم و من اصلا ما نمیتونستیم باشون تماس بگیریم تو یک ماه. یه روز که داشتم میرفتم سر کار، رادیو گوش میکردم که یه دفعه اعلام کردن که
امروز صبح این تعداد کشته شدن، اولین اسمم پدرم بود که اصلا دنیا سیاه شد برای من. بعدم اجازه نمیدادن هیچکی بره ورشون داره جز یک نفر، مادر بزرگم طبیعتا میخواستن برن. چیزایی که تحویل گرفتیم از پدرم ساعت مچیشون بود که الان دست منه، 40 خورده سال دست منه. میشه ببینیم لباس پروازشون که الان پیش منه که آقای جوانبانی میشه ببینیم اول ساعت مچی رو بعدن این ساعت مچیه میبینید؟ بله 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 این ساعت الان 60 سالشه. لباس پروازشون پیش منه که جای تیر توشه، وصیت‌نامه‌شون اومد بیرون، همه اینا. ببینید اون وصیت‌نامه، اون چیزی که با خط خودشونه و ما داریم می‌بینیم، اون وصیت‌نامه چگونه به دست شما رسید و اگر ممکنه بخونید خودتون همون چند سطر رو، کی به دستتون رسوند و کی؟ اونو وقتی که چیزای پدرمو تحویل دادن اونم با همون اومد بیرون. بعد همشون آوردم پیش مادر بزرگم. مادر بزرگم فقط لباس رو نگه داشتن، بقیه چیزها رو همه رو من برداشتم بردم همراهم، بردم آخرم بردم آمریکا. مادر بزرگم گفتم بعد از مرگ من لباسم به تو میرسه، لباسم آمد پیش من بعد از فوت مادر بزرگم. متاسفانه اون جلوی من نیست الان اون. خب من چون خودم نمیتونم بخونم واقعا، اجازه بدید که ما اینو تصویرش رو داریم میبینیم، بیننده ها همه خودشون میخونند، یه هم دستخط تیمسار جهانبانیست و هم آنچه که نوشتند. خیلی دستخط محکمی دارن و خیلی واضح نوشتن، اصلا ترسی تو نامشون نیست. بله آقای جهانبانی، من باز جزئیات میخوام ازتون بپرسم، کی تحویل دادن اینا رو به مادر بزرگتون و کی تحویل داد؟ یعنی بخوانم چجوری بود در اون بلبشو این وضعیت، مخصوصا در باره تیمسار جهانبانی؟ روز اول که عمم با یه راننده رفت اینا رو تحویل گرفت، فردا صبح زودش مادر بزرگم رفتن بهش زهرا و پدرم رو دفن کردن تنهایی با یه راننده هم باشم. که روز بعدش من تازه تونستم برم اونجا و سر خاک پدرم برم. اولش هم که اصلا سنگی روش اسمی رو سنگ نبود، خلاصه خیلی نسبتا مخفیانه بود. این تشییع جنازه‌ای وجود نداشت، مراسمی وجود نداشت، همینطوری فقط مادر بزرگم پدرم رو دفن کرد. آقای جوانبانی، عموهای شما از عمرای ارتش بودند، مثل پدرتون به لحاظ درجه عرض میکنم. من اجازه بدین که بخونم اینو براتون، که برای مثال یکی از متنایی که در این نوشته های تاریخ معاصر هست اینه که حسین جهانبانی یکی از عموهاتون نوشتن، همزمان با انقلاب با اینکه برادرش تیمسار نادر جهانبانی و بسیاری از دوستان همقطاران او به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، حاضر به ترک ایران نشد، یعنی حسین جهانبانی، و در سال 1358 به اتفاق برادر دیگرشان سرلشکر حمید جهانبانی که فرماندهی دانشگاه جنگ را بر عهده داشت، دادگاهی و به حبس ابد محکوم شد و تمام اموال به این مصادره شد. او 7 سال در زندان‌های اوین و قزل‌حصار ایام دردناکی را گذراند و بعد از آزادی در تهران ماند. تیمسار جهانبانی در یعنی حسین جهانبانی در سالهای پایانی اون برای معالجه عظیم اروپا شد که متاسفانه در منها موثر نبود و در خرداد 96 در پاریس زندگی پرتلاش و پربارش به پایان رسید. ببینید سوالم این است که از فرزندان تیمسار امان الله جهانبانی، تنها پدر شما رو جمهوری اسلامی اعدام کرد و بقیه رو در واقع بعد از اون 7 سال زندانی که صحبت می شود و اینها، یا حتی بعضی رو زندانی نکرد هستن. شما رو البته خواهم پرداخت بهش که زندانی کرد که پسر تیمسار جهانبانی بودین، ولی برادرهای عموهاتون رو، یعنی چرا کاری در واقع میگم کاری، منظورم اینه که با وحشیگری اون زمان و اون اعدام ها عرض میکنم و اون نخبه کشی ها، چرا کاری به عموهاتون نداشتن؟ منم اینو نمیدونم، منم نمیدونم، واقعا نمیدونم. پدرم هم میدونم چرا، برای اینکه پدرم خیلی طرفدار داشت تو نیروهای هوایی، فکر میکردن آدم خطرناکی براشون،
میدونم چرا پدرم اعدام کرد، برای اینکه خیلی اعدام با طرف پدرم بودن و پدرم هم میدونن که خیلی قاطع بودن تو این کارا. دو تا عمومو نمیدونم چرا، ولی خدا رو شکر که اعدام نکردن، جفتشون اومدن آمریکا، ولی دلیلشو نمیدونم. خب خیلی چیزا اون موقع دلیل نداشت. نمیشه هیچ وقت همه چیز رو منطقی توضیح داد. ببینید یک کتابی منتشر شده در ایران با عنوان از تزار تا شاه که در خارج از کشور در آمریکا هم باز نشر شد. تو این کتاب به نقل از زندگی نامه و خاطرات پدر بزرگتون نوشته است که روابط سپهبد امان الله جهانبانی پدر نادر جهانبانی همونطور که در اواخر پادشاهی رضا شاه با او تنش آلود بود، با محمد رضا شاه پهلوی هم بی تنش نبود، یعنی پدر نادر جهانبانی. یکی از دلایل رو نوشتن موقعیت تیمسار نادر جهانبانی بود، موقعیت پسرش. در واقع پدر بزرگتون که گویا سال 53 در تهران فوت کردن، ناراضی بودن، ناخرسند بودن از اینکه با وجود لیاقت برتر پسرشون نادر جهانبانی چرا به اون موقعیت متناسب با لیاقت و توانایی‌هاش داده نمی‌شود. چرا هیچ وقت پدر من در مقدمه هم عرض کردم، چرا هیچ وقت پدر شما جهانبانی در فرماندهی نیرو نبودن و همیشه در معاونت فرماندهی بودن؟ من فقط یه اشاره کوتاهی میکنم برای کسایی که کمتر میدونن این داستانو، که بعد از ارتش بود خاتم و ارتش بود تدیون که هر دو به فاصله کمتر از یک سال، سال 54 55 در سانحه هوایی کشته شدند و فرمانده نیروی هوایی بودند، بعدش سرلشکر ربیعی درجه سپهبدی میگیره و میشود فرمانده نیروی هوایی و سپهبد نادر جهانبانی همچنان معاون فرماندهی نیروی هوایی میمونه، در حالی که سرلشکر ربیعی زیر دست پدرتون بودن آقای جهانبانی. چون این اتفاق مال دو سه سال قبل از انقلابه و شما فرمودید که سال 57 30 سالتون بود، حتما در جریانش بودی. نمیدونم، شاید احتمالاً. خواهش میکنم. والا خیلی از افسرای نیروی هوایی هم همین سوال میکنن. مادر بزرگم یه دفعه به پدرم گفتش که تو هیچ وقت فرمانده نخواهی شد، برای اینکه از تبار قاجار هستی و مادرت روسه و این یکی از دلایل بزرگشه. دلیل دیگه این بود که پدرم در اوایل با تیمسار خاتم خیلی دوست بودن، خیلی نزدیک بودن. بعد افراد دور بعد زیر پای پدرم رو زدن و یواش یواش تیمسار خاتم و پدرم بد کردن و خودشون رو بالا بردن. دلیل دیگرش هم این بود که پدرم با آمریکایی‌ها خیلی در می‌افتاد، برای اینکه نمی‌ذاشت آمریکایی‌ها دخالت کنن تو کار نیروی هوایی. آمریکایی‌ها اینو دوست نداشتن. آمریکایی‌ها خیلی نفوذ داشتن تو این تصمیمات فرماندهی. اینا چیزاییست که برداشت منه و پدرم هم تقریبا مطمئنم همین فکر رو میکردن. ولی افراد دیگه که بفرمایید، خواهش میکنم. افراد دیگه خودشون رو جا کردن که برن اونجا لابد. ولی خب پدرم معاون بودن، ولی همیشه یه جا معاون بودن که تیمسار خاتم که بیشتر وقت تیمسار خاتم فرمانده پدرم بود، همیشه مستقیم با پدرم تماس میگرفت، نه با فرمانده اون قسمت. مثلا دستفول که درگیری با عراق پیش اومد سر مرز، فقط با پدرم صحبت میکرد تیمسار خاتم و همه چی دست پدرم بود. معاونت های دیگه هم که داشتن همیشه در حقیقت رول فرمانده رو بازی میکردن، ولی تیترش رو نداشتن هیچ وقت. عملا فرماندهی نیرو رو داشتن ولی و به ویژه فرماندهی پرسنل رو داشتن و ولی سمت یکی دیگه داشت. حالا سمتش رو هیچ وقت نمی گرفتن. نه ببینید، من پدرم یواش یواش قبول کردم، برای اینکه می گفتن که آخرش باید به نیروی هوایی خدمت کنم، برای خودم که نیستش. و واقعا خدمت می کردن، اونم خودش قدرتی می خواهد این کار رو بتونه بکنه. او بله، یکی از کسانی که من نمیدونم از زیراب زنا یکیشون سپهبد آذربرزین بوده است یا نبوده است، آنچه میدانیم این است که یکی از افسرهای زیر دست پدر شما بود ولی شد جانشین فرمانده نیروی هوایی. بعد از انقلاب هم تا ششم اسفند 57 فرمانده نیروی هوایی شد، نیروی هوایی جمهوری اسلامی شد. بعد هم یه مدت عضو شورای عالی دفاع شد با همین خامنه ای و اینها. میدونیم میبینیمش سیمای جمهوری اسلامی گفتگوهای از او پخش میکنه که علیه پدر شما هم حرفایی زد که شما یه جوابیه ای نوشتید
که البته به جزئیات اشاره نکردین و گویا خیلی عصبانی بودین از دستش که این جوابی رو نوشتین، در حالی که هیچ وقت شما واکنش نشون نمیدادید به چیزایی که جمهوری اسلامی مثلا درباره پدرتون میگفت، خوب یا بد هرچی. مشکل تیمسار آذربرزین با پدر شما چه بود و اصلا آذربرزین کی بود، چرا، چگونه سازش کرد با آخوندا؟ چقدر خبر دارین شما آقای جهانبانی؟ آذربرزین یک شخصی بود که تو مهرآباد که من زندگی میکردم همسایه ما بود و من از اون اول هم از این شخص خوشم نمیومد، پدرم هم میگفتم، ولی خب پدرم خیلی باش دوست بودم. آذربرزین خلبان خوبی نبود، فرمانده خوبی هم نبود و عقده عجیبی داشت، مخصوصا به کسایی که آکروجت پرواز میکردن، چون تو کتابش هم اینو چندین بار تکرار کرد، عقده داشت راجب این چیزا. آدم بود که مارمولک بازی زیاد میکرد، پشت صحنه خیلی کار میکرد و با پدرم بد بود، برای اینکه عقده ای داشت به پدرم راجب همین موفقیت پدرم. اون موقع پدرم خیلی موفق تر از اون بود دیگه. و آذربرزین از من مطمئن میدونم که از یک سال قبل از انقلاب با این رژیم همکاری داشت میکرد، اونو 100% میدونم و به امید این که یه روزی فرمانده این رو هوایی بشه که شد، ولی بعد از 2 ماه به خاطر اینکه افسران این رو هوایی این آدم قبول نشدن و منفور بود برش داشتن باز. بعد رفت پشت صحنه با اینا کار کرد خیلی زیاد، راحت هم اومد آمریکا. چطور ممکنه که کسی که جانشین فرمانده این رو هوایی هست اگه خائن نباشه چطور میتونه زنده در بیاد؟ این سوالی است که خب جوابش مشخصه. کتابش هم اگه بخونید که جز از تعریف از خودش و بدگویی از بقیه چیز دیگه نیست. حتی کسی مثل تیمسار خاتن که اینقدر به این کمک کرد بعد این بد میگفت، یه جایی میگفت پدرم چقدر کمکش کرد، صفحه بعد بد میگفت. این دلیلی بود که من براش نامه نوشتم، من که میشناختمش. و یکی چیزایی که خودش اقرار کرد که یه لیست افسران نیروی هوایی که تو زندان بودن براش آوردن و گفتن که کیو اعدام کنیم کیو نکنیم. با کمال وقاحت نوشتی که من لیستو انتخاب کردم کی اعدام بشه کی نشه. خب میدونیم کیا رو انتخاب کرد دیگه. این آدم به نظر من خیلی خائنه و این دلیل من جواب خیلی تندی براش نوشتم، برای اینکه هر چیزی حدی داره. من نمیدونم که آیا آذربرزین گویا فوت کرده، زنده است؟ فوت کرده، بله. متاسفانه برای اینکه هر کدوم از یا خیانتکارا یا مسئولان جمهوری اسلامی که میمیرن، منم میگم متاسفانه برای اینکه اتفاقی هنوز نیفتاده که اینها زنده بمانن و بتونن پاسخگوی کارهایی که کردن باشن. ببینید یه مختصری 2-3 دقیقه یا حتی اکثر، شاید کمتر اگر بشه چه بهتر، چون من میخوام به اون دوره 5-6 ماه زندانی که شما بودیم بپردازم. اون موقع قطعا دوره مهمی است، یه 7-8-10 دقیقه وقت داشته باشیم برای اون موضوع. یه مختصری آقای جهانبانی عزیز درباره خصوصیات پدرتون، چرا انقدر محبوب بود در ارتش؟ منظورم تنبیه کردنش، تشویق کردنش، من کاری ندارم که توی خانواده چجوری برخورد می‌کرد، چون شما عاشقانه باهاشون در رابطه بودید، یک پدرتون بود، دو اینکه در واقع خیلی حرفا رو با هم دیگه می‌زدید، سنتون فاصله، سنتون 20 سال بیشتر نبود، رفیق بودین با هم دیگه، همه اینو روشن. در ارتش چرا انقدر محبوب بود؟ مردم ایمان داشتن به پدرم، برای اینکه انضباط داشت و کاری که میگفت خودش میکرد اول از هر چیزی. شما میگید که ارتش خشن، اصولا تو ارتش نقل و نبات پخش نمیکنن، حرف زدنشون خشنه، برای اینکه دستور همه چی این ارتشه. ولی پدرم به موقع تنبیه میکرد، این هنر مدیریتشون بود، به موقع تنبیه میکرد، به موقع ترم تشویق میکرد و مردم میدیدن که خیلی منصفانه عمل میکنه، برای همینم موریدشون بودن. من که میدونستن هیچ چیز رو از روی بدجنسی نمی کنه، ولی از روی انضباط و دست دادن و اینا میکنه. و افسرهایی که باشون پرواز میکردن تو آکروجت و افسرهای جوونی که بعدها رفتن تو آکروجت با من، خیلی با خیلی افسرها صحبت میکنم، همشون همونو میگن که چقدر این آدم منصف بود، چقدر استاد بود، چقدر ماهر بود.
پدرم خیلی انتظار داشت از کسانی که باش کار میکردن که بهترین کار رو انجام بدن، همچنین از ما فرزندانشون، من و خواهرم هم همینطور این انتظار رو پدرم از همون داشتن و به موقع هم تنبیه میکردن، به موقع هم تشویق میکردن و خیلی تشویقای پدرم بود که منو به خلبانی کشوند و به مدیریت خوب کشوند، برای اینکه واقعا نشون میدادن که چجوری این کار رو باید کرد. و افسرهای دیگه هم به همین دلیل، من هر افسری با من صحبت میکنه همین حرف رو میذاره. آقای جهانبانی، موقعی که اعدام شدن کسی از داخل زندان با همسر، یعنی با مادرتون، با همسر تیمسا جهانبانی یا با مادر بزرگتون تماس نگرفت که، یعنی کاملا ارتباط بسته بود، کسی از ارتشی ها تماس نگرفت؟ جونم، من زندان بودم اون موقع، بعد مادر بزرگم برام تعریف کردن، یه روزی تلفن زنگ میزنه یه مرد جوانی صحبت میکنه و با گریه که خانم جهانبانی منو ببخشید، چرا؟ گفت من کسی بودم که به پسرتون تیر زدم موقع اعدام. گفت من اول که با پسرتون آشنا شدم تو زندان خوشم نمیومد ازش، بعد یواش یواش مرید اون شدم و دیدم تنها خدمتی که میتونم بهش بکنم که با یک تیر خلاصش کنم، که درست هم هست چون فقط یک تیر تو لباس هست، بقیه رو میدونی که رگبار میزدن بهشون. و در آخر خیلی عذرخواهی کرد و خیلی تعریف کرد از پدرم و گفت این خدمت رو من فقط تونستم بکنم که با یه تیر خلاصشون کنم، که کرد. عجب. اون تماس گرفت با مادر بزرگم و اینا رو بهشون گفت. مادر بزرگم وقتی از زندان آمدن بیرون برام تعریف کرد. عجب. ببینید، دو هفته بعد از اعدام پدر شما بازداشت شده ظاهرا، به چه اتهامی؟ چون اگه دلیل فرزند تیمسار جهانبانی بودن بود ایشون رو که اعدام کرده بودن، و تا اون موقع هم که شما شاغل بودین تو ایران، چرا شما رو گرفتن؟ چی میخواستن از شما؟ اولا دلیلی که من گرفتم برای یک شخصی که من باش از بچگی دوست بودم و فکر میکردم دوستمه، من رو فریب داد و گفت که با این آدم بذارم بگم کجا هستم، این آدم آمده منو گرفتن. دلایلی که من فکر میکنم یکی خب پسر پدرم بودم، یکی که مدیر عامل شرکت بزرگی بودم، ولی گذشته از همین اصلا دلیل لازم نداشتن اون موقع. هر کی رو که میتوهستن میگرفتن میمداختن زندان، به قول همبنده میگفتن هر کی زودتر از یکی دیگه که شکایت میکرد اونو میگرفتن میمداختن زندان. هیچ دلیل و منطقی نبود، ما دنبال منطق و دلیل میگردیم، وجود نداشت، همش رو نفرت و احساسات بود. چقدر زندان بودین آقای جهانبانی؟ 5 ماه، 3 ماه تو زندان قصر بودم، 2 ماه تو زندان اوین. و خب همبندیاتون کیا بودن اون دوره؟ قطعا براتون تجربه بسیار مهمی است. تجربه فوق‌العاده بود، یعنی از 4 سال دانشگاه من بیشتر اونجا یاد گرفتم. از سطح خیلی پایین داشتیم، یه بابایی بود که مثلا روزنامه رستاخیز رو میفروخت و به عنوان حزب مهم رستاخیز گرفته بودنش، تا سناتور خواجه نوری و امیر خسروداد که برادر من چهره خسروداد بود، و این هر نوع هر شخصیتی رو بگیم وجود داشت اونجا. و من شانسی که داشتم، میخوام راجع به زندان صحبت کنم یه سوالتون؟ بله بله، خواهش میکنم. شانسی که داشتم خیلی ها که با پدرم تو مدرسه رفاه بودن و قصد بودن با من صحبت باشون آشنا شدم، و تمام زندگی می گذاشتم برای تحقیق راجع به پدرم و ازشون سوال میکردم، و همشون بدون استثناء از شجاعت و قدرت پدرم صحبت میکردم و خونسردیشون. خلاص از هر کسی یه چیزی شنیدم، و خب آقای خواجه نوری خب منو میشناختن، امیر خسروداد منو میشناخت، با اونم خب خیلی صحبت کردم، ولی خیلی دوستان دیگه هم پیدا کردم اونجا که یکیشون یه وکیل در لس آنجلس الان و افراد دیگه. آقای جهانبانی، چیزی که سخت بود، ما توی معذرت میخوام، از افرادی که با پدرتون در زندان یا به عنوان نگهبان یا بازجو یا هر چیزی مشترک نگهبان یا بازجو شما هم بودن که از پدرتون برای شما گفته باشن؟ بازجو که همه وحشی مانند بودن، نگهبانان بیشترشون همچنین. یک روز فقط تو اوین من یه نگهبان چشم بسته می بود که مادرم رو ببینم، چون مادرم داشت میرفت برمیگشت آلمان. وسط را پرسید که با اون سپه با جامانی چه نسبتی داری؟ گفتم من پسرشونم. ساکت شد، گفتم که
پدرامو دیده بودی زندان؟ گفت من نگهبانشون بودم. گفتم چطور بودن؟ گفت من آدم مثل ایشون ندیدم به این شجاعت، مثل سنگ بودن. این برای من از هر تعریفی بیشتر ارزش داره، بلکه دشمن داره تعریف میکنه. غیر از اون آخرا که زندان بودم، مثلا یه بازجوی میمد دم بند میگفت تو چرا اینجایی؟ تو کاری نکردی؟ گفتم خب سوال بسیار خوبی، اگر به من جواب بدی منم بدونم چرا. ولی اصولا با خشونت و با بدی صحبت میکردم. و شکنجه هم در کار بود آقای جهانبانی؟ شکنجه شون یه طور دیگه بود، به کل از هر اطلاعاتی دور بودیم. نه رادیو بود، نه روزنامه بود، نه تلویزیون بود، همیشه رو شایعه بود. برای من شایعه پرونی و بیخبری بزرگترین شکنجه روحی برای همه بود. و هر روز یه داستان بود. یه روز میگفتن که آو گفتن فردا ما آزاد میشیم، همه دیگه جشن میگرفتن. یه روز میگفتن همه فردا اعدام میشیم. هر چند وقت یه دفعه یه نفر مینداختن تو که میگفتن، میگفت زندانیه. بعد شروع میکرد صحبت کردن، میگفت کی اومدی، کی از خارج اومدی، مثلا دو ماه پیش، چه خبره، چیه. اون کلی شایعه مینداخت که اطلاعاتم بگیره. مثلا میگفتش که اسمت چیه، ببینم تو لیست نبودی، تو لیست اعدام نبودی، تو لیست اعدام بودی مثلا. اعصاب همه رو اینطوری خراب میکردن دیگه. همه هم دیگه بعد از این همه ماه اعصاب شده بود صفر. آقای جهانبانی، در اون دوره شما فرمودین تجربه گرانقدری بیش از دوره دانشگاهتون بود. مهمترین تجربتون چی بود در اون دوره زندان؟ خیلی بود. ببینید من هم با سه قسمت بودیم اونجا، ارتشی و ساواکی و شخصی. ارتشی ها رو که خوبیه داشتم، من میشناختم. ساواکی ها رو نمیشناختم، ولی توی حیات داشتیم توش راه میرفتیم و ساواکی شروع کردم با من صحبت کردن و خیلی علنی راجع به کارشون صحبت میکردن و نوع طرزی که این کار انجام میشد و خیلی یاد گرفتم ازشون، خیلی اطلاعات جالبی گرفتم، خیلی هم برام تعریف میکردم و خیلی چیزا رو روشن کردم برای من. مثلا بفرمایید، خواهش میکنم. مثلا یکی چیزایی که اون میگفت، میگفتش که این شکنجه هایی که میگفتن که ما میدین این شکنجه های اینطوری اونطوری، اینا رو ما شایعه میکردیم برای اینکه ترسه که مردم رو دور نگه میداره از اینجا. ترس که بریزه دیگه قدرتی نداریم. ببین خودت مثلا این زندان اومدی میترسیدی زندان بیا دیگه، آره. حالا عادت کردی، عادت کردی. پس اگه این ترس نباشه اینا هم کاراشون رو میکنن، اینجا بعد میبینن اونقدر بد نیست. ما خودمون شایعه میکنیم اینا رو، چیزی که اون به من میگفت. افراد رده بالا بودن خیلی هاشون، ممکنم دروغ بگن نمیدونم، ولی خب و چه جوری مثلا دنبال شخصی میگشتن، چه جوری پیدا میکردن. مثلا هر کدوم از این ساواکی ها 10 نفر توی خارج از اداره داشت، آدم های شخصی که بهشون پول نقد میداد که اونام رو مردم دیگه جاسوسی کنن. پس میتونین حساب کنین که چقدر جمعیت ایران ساواکی بود که جاسوسی میگرد افراد دیگه. خبرچین بود در واقع. بعد یه دمونم شخصی بودیم دیگه، ماها بودیم. بعد هر چند روزی دفعه نگهبانا میمدن تو، میگفتن لیست تهیه کنین از ارتشی ها، ساواکی ها و شخصی ها. هر چند وقت دفعه نوبت من میشد که برم لیست شخصی رو جمع کنم. یه روز زندانی های حقیقی رو فرستادن تو مال قبل، جنایتکار بودن، متجاوزکار بودن، دوز بودن، همه اینا. واقعا آدم های عجیبی بودن، اونم خودش یه تجربه بود. اول که از پیرهنشون رو درآوردن که نشون بدن چه چاقوهای به تنشون خورده، نگهبانا مثل سگ از اینا میترسیدن. اینا رفتن طبقه دوم قروح کردن، مال خودشون شد. دفعه بعد که صحبت شد که برین لیست بگیرین، گفتن آقا جان شما بفرمایید بگید. منم با نگرانی زیاد رفتم بالا، برای اینکه خیلی ازشون تعریف کردن که چقدر خطرناکه. یک مش آدم، یه مش آقا نشسته بودن زمین و چای می‌خورد. من آمدم خودم معرفی کردم، گفتم اومدم اسمتون رو جمع کنم. انقدر احترام گذاشتن و پا شدن و چای دادن و خیلی محبت کردن. خلاص از اون به بعد نوبت من بود که برم همیشه کار بکنم. یه آقایی بود که سردستشون بود، یه پسر جوونی بود، چشم زاغ، همیشه هم لبخند به لب. اسمش هم بود نادرخان و همه مثل سگ ازش می‌ترسیدن. این میاد تو حیات پیش من راه میرفت، با من قدم میزد و صحبت میکردم. اونم یه درسایی که گرفتم، تو چجوری این کارو شدی، چیکار کردی که به اینجا رسیدی، چرا این کارو میکنی. خب تعریف های اونا خودش همش یه تجربه است دیگه.
و همیشه میگفت من مخلص پدرتم، خیلی پدرت دوست دارم، خیلی تعریف میکرد. یه روزم گفت جوان مانی، یه روز که از اینجا رفتیم بیرون، شیکه من هر کی رو بخوای برات پاره میکنه. اونم تجربه بس که همیشه دوستانم موند که این چیزها رو آدم تو زندگی آدم عادی نمیبینه. این آدم ها رو من تو زندگی هیچ وقت نمیدیدم، حالا باشون دوست شده بودم، صحبت میکردم، اطلاعات میگرفتم. آقای جهانبانی قربونتون برم، یه دقیقه وقت داریم، بگین که اگه ممکنه تو یه دقیقه افتخار آفرین ترین کسی که غیر از پدرتون با شما همبند بود و کسی که واقعا شرمتون میشه اسمش رو بیارید حتی در بین اونایی که اونجا بودن از ارتشی ها و ساواکی ها ببیشه، دوتا کیا بودن اگه میتونین اسم بیارین، بعدا فرصت خواهیم داشت میپردازیم بهید. ببخشید یه دفعه دیگه سوال بفهمید. عرض کردم یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. چه کسی شما رو بیش از همه تحت تاثیر قرار داد، چه مثبت از همبنداتون چه منفی؟ خدمتتون عرض می‌کنم، یک پاسبانی بود که یه دفعه اومدن ببرنش اعدام کنن. انقدر مرد بود و آقا بود و گردن کلوف واسه به همه دست داد، خدافظی کرد، نه ترسی نشون داد، نه گریه‌ای کرد. اون همیشه براش احترام قائل بودم، درجه مهم نبود، توش چی بود. و بعد کی به عنوان یک کسی که واقعا مایه شرمساری شخصیتش بود؟ خیلی ها بودن متاسفانه، آدم های درجه خیلی بالا که وقتی میخواستن به برنش اعدام زار میزدن، خودشون به میلا و زون میکردن، دو دقیقه سب کنده درسته. آدم دل خراش بود، ولی بعید از کسی که بدون داره در حال عمل انجام خواهد شد. اونا خیلی ناراحت میکردن. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای انوشیروان جهانبانی عزیز، فرزند تیمسار نادر جهانبانی، که در خدمتتون بودیم، دعوت بنده رو پذیرفتید. به امید دیدارهای آینده تندرست باشید و همیشه پایدار. خیلی از دوست شما ممنون، آقای فلاتی، خوشبخت شدم. بریم پرده آخر. آقا یکی از همسران رسول الله زینب بنت جحشه، این همسر زید بود، زید پسر خوانده رسول الله بود. وقتی ازش طلاق گرفت، رسول اکرم با زینب ازدواج کرد، با زن پسر خوانده خودش. عرب زن پسر رو حرام میدونست، مثل الان حرام میدونیم ما دیگه، زن پسر خوانده رو هم حرام میدونست، ولی اسلام میگه پسر خوانده پسر تو نیست اصلا، و همسر او عروس تو نمیشه و میتونی باش ازدواج کنی. و پیامبر اکرم این کار رو کرد تا این تابو شکسته بشه. خب وقتی برای شکستن یک حکم اشتباه جاهلیت پیامبر اکرم ازدواج میکنه، آیا برای پیاده کردن حکم عقد موقت ازدواج نمیکنه؟ عقد موقت نمیکنه رسول الله؟ حتما انجام داده. شب و روزگار خوش.